سلام. به یه روز به شدت پرکار در زندگی من، روز نه، به 24 ساعته به شدت پرکار تو زندگی من. خیلی خوش اومدین، کاش بود این کمکم میکرد. گریه دارم قشنگ. ساعت 11:30 الان. صبح باشگاه داشتم ساعت 9، بعد بیدار شدم. بعد من به مربیم گفته بودم که آقا من امروز افتضاح وضعیتم، تو رو خدا سبک تمرین کنیم، نظرت چیه و اینا. بعد اصلا سبک تمرین نکردیم. ساعت 9 رفتیم باشگاه، 11:10 تموم شد دیگه. حساب کن که چقدر سبک کار کردیم. و دیگه از اونجا برگشتم هیچی نداشتم بخورم، ظرفا کثیفه. من امروز ساعت 4:30 بلیط دارم برم خونمون پیش مامان بابام، احتمالا حدود 8 میرسم و از اونجا ما مهمونی دعوتیم. شب چله برون پسر خالمه و خب از اونجایی که خالم بهم گفت بیا و من این خالمو خیلی دوست دارم، نتونستم بگم نه و مامانم هم خیلی ذوق داره. از اونجا یعنی من تا برسم، یعنی باید اینجا حاضر بریم، از اونجا میریم اونجا، یعنی خونمون میریم خونه دختر، یعنی زن پسر خالم. بعد فردا 5:30 صبحم باید برگردم و فردا 9:30 صبحم کلاس دارم. امروز هم ساعت 12:30 کلاس دارم، ولی با وضعیتی که وجود داره نمیرم. یعنی اگه باشگاه زود تموم میشد حتی یه ساعت وقت میکردم برم، ولی خب از اونجایی که تموم نشد حتی یه ساعت وقت نمیکنم برم. دیگه رفتم یه چیزایی خریدم چون خیلی گرسنه‌ام و هیچی تو خونه ندارم. تخم مرغ دارم و چیزایی هم که خریدم واسه تخم مرغه. یه دونه هم از این اکسیدانا خریدم واسه اون دکلوره که تو ویدیوی قبلی دیدین که قراره دستامو باش رنگ کنم. اکسیدان رفتم خریدم، ایرانی است، 35 تومن. اوه خیلی همه جام درد میکنه. از اینا خریدم، از این پروتئینی ها. من اینا رو تو فریزر نگه میدارم و این تقریبا یه ماه میره واسه من. میخوام ساندویچ تخم مرغ درست کنم، هم برای ناهار، همین که یه دونهشو میخوام ببرم توی راه بخورم. از این نون برگریا خریدم، میخواستم باگت بخرم، باگتاش تازه نبود دیگه، از این برگریا خریدم. حالا درست میکنیم میبینیم. گازم هم باید تمیز کنم. خیارسور نداشتم خریدم که الان لازمش دارم. ذرت الان لازمش دارم. شیر چون هنوز وقت نکردم قهوه بخورم و شیر نداشتم. ماست ایسلندی بچه یه شیک با این درست میکنم، اون شیک شکلاتیه که ویدیوی شورتشو گذاشتم براتون. حالا یه دو قاشق هم از این میزنم، هم پروتئینش میره بالا، هم واقعا خوشمزه تر و غلیظتر میشه. و چون پروتئینم رو به نابودیه داره تموم میشه و فعلا پول ندارم بخرم، نه از این پرومیلکای کاله خریدم. خیلی احتمالش زیاده دور بعدی پروتئینی که میخرم کاله باشه. خب تخم مرغ بزنم آب پس شه و بعدش آی ظرفا رو بشورم. صبحونه هم وقت نکردم بخورم حتی. سلام. خب 4 تا الان میخوام بخورم، 4 تا بعدن، 8 تا. ورزش ساعت هم داره 2 دور پر میشه الان. تو آبش نمک میزنم نشکنه چون سرد بود تخم مرغ. اوکی پاره است. باشگاه معمولا پاره میشه، جوراب سالم ندارم. آی کاش درش بیارم، اینم دوستش دارم، میدوزمش. دیروزم من فقط تخمه ها خوردم.
بگیرم فشار بدم. Hey Siri, set a timer for 20 minutes. 20 minutes, counting down. نظرتون پشمک کجاست؟ سلام. قربون صورتت بشم. فضول منی. عشق منی. دورت بگردم. مونونوم. خب من برم اینجا رو سرسامون بدم تا برگردم احتمالا 20 دقیقه شده ناهار درست میکنیم و اون چیزی که میخوام ببرم. دارم خیارش رو خرد میکنم دیگه تموم شد. تخم مرغ هم درست شدن. یه کمی خیارشوره رو خرد بکنم و اینکه من برگردم از تهران قراره برم پیش تراپیست چون دیگه واقعا نمیتونم. دیشب یه چیزی هلوهوش یک ساعت تمام جوری گریه کردم اینجام درد میکرد و صبحش که بیدار شده بودم که نگم چقدر سر درد داشتم دیگه با قرص رفتم باشگاه، یعنی امروز صبح. بر همین دیگه گفتم که نه دیگه جواب نیست، باید بری تراپیست. هر چقدرم سعی کنی قرص نخوری دارو نخوری و اینا نمیشه احتمالا. و بیشتر از همه این ناراحتم میکنه که تو این سن چرا باید زندگیم طوری شده باشه که بدون قرص نتونم کارهای روزمره رو بکنم. انقدر ذرت، انقدر خیارشور خورد کردم واسه 80 تخم مرغ. بقیه ذرت ها رو ریختم تو بذارم تو یخچال. پس اون بالا خوش میگذره مامان. آره؟ خوشونم. خودم هم بخورم تو رو. خب ظرفی که میخوام توش درست کنم و طوری انتخاب میکنم که اگه اضافه اومد بتونم بذارم یخچال. البته مرید میدونم و خب دیگه نه خوبه. بعد یه چیزی هم بگم، این ببین ما چند تا مدل افسردگی داریم. چیزی که خیلی عامه و همه میدونن که بهش میگن Major Depression Disorder طوریه که سیکل داره، هر دو هفته، یعنی تو دو هفته احساس افسردگی میکنی و یه تایمی حالت خوبه دوباره مثلا یه دو هفته، این حد اقلشه ها، ولی مثلا یه تایم خوبو داری که وقتی حالت بده تو میفهمی آقا من الان خوشحال نیستم، من الان افسردم و میری پیش دکتر و دکترم تشخیص میده افسردگی تو. یه مدل داریم بهش میگن PDD Persistent Depression Disorder، کمتر تشخیص داده میشه نسبت به MDD Major Depression Disorder، به این دلیل که کسی که Major Depression Disorder داره، Major Depression از یعنی جوری میاد که معمولا سراغ کسایی میره که یه مدت طولانی رو با افسردگی دست و پنجه نرم کردن و دیگه حس میکنن آقا این حالتهای افسردگی جزئی از شخصیتشون شده و برای همین دیگه خیلی بهش اهمیت نمیدن و برای همین کمتر تشخیص داده میشه. خلاصه که من دقیقا الان مثلا توی این تایم اینطوری بودم. اوائلش مثلا حدودا یک ماه پیش اینطوری بودم که نه آقا من حالم خوب نیست، ولی الان دیگه خیلی داره طول میکشه و اصلا حالم خوب نیست، یعنی دیدم دیگه اصلا راه نداره. من بعد اینکه اون اتفاق افتاد، حالا اگه خیلی وقت کانالم رو دنبال کنیم میدونین نه هلوش یک سال و نیم پیش میشه گفت
یک سال و نیم که نه، یک سال و دو ماه پیش همسرمو از دست دادم تو تصادف و فکر میکردم دیگه خوب شدم، اما نه، مثل این که اونطوری که فکر میکنی نیست. خوب شدنه و اون راحتی که فکر میکنی نیست. بعد یک مثلا علائمی که پی دی دی داره، خواب زیاد از حده و کسایی هم که کلن پی دی دی دارن بچه این شکلی هم که طرف مثلا تو اگه یه افسردگی عادی داشته باشه، یه نفری که کلن در طول روز خوابیده، حالا حوصله هیچ کاریو نداره، به هیچ کدوم از کاراش نمیرسه، ناراحته، توی جمع نمیره و اینا، میشه ام دی دی. پی دی دی کسایی هست که تو اگر مثلا حتی طرف یه کاری هم داشته باشه، یه کاری بهش معول شده باشه، مثلا پروژه دانشگاه، باشگاه رفتن، کلن کارهای روزمره، اون کاراشو انجام میده، اما در این حال حس میکنه که آقا هیچ کاری داره تو زندگیش نمیکنه و وقتشو داره جایی صرف میکنه که واسهش هیچ سودی نداره و در حین انجام دادن کارهایی که قبلا خوشحالش میکرده دیگه هیچ حسی نسبت بهشون نداره. و بچه ها کسایی که پی دی دی دارن حداقل تا 2 سال طول میکشه. من خودم همچین حسی میکنم نسبت به خودم، ولی ممکنه اشتباه بکنم. خب تخم مرغا رو بذار چی کنم؟ له کنم اگه بشه، چون که الان هنوز سالمه. بعد علائمش هم این شکلیه که آقا خیلی تایم طولانی رو مثلا داخل صفحه های نمایشی میگذرونن، یعنی مثلا یا طرف تلویزیون میبینه، یا فیلم میبینه، یا سریال میبینه، یا اینکه مثلا تو اینستاگرام میچرخه، توی یوتیوب میچرخه، هر چیزی. من به شدت دارم توی یوتیوب میگردم و اگه دقت کرده باشین دارم شورت میذارم براتون، ویدیوهای شورت نسبت به مثلا لانگ هم میذارم، ولی خب شورت هم دارم میذارم. و رفتم مثلا شورت های چند تا دیگه از ایرانی ها رو ببینم، ببینم چطوریه، مثلا اونا دارن چی کار میکنن، چی ها میذارن و اینو. ده بلا استثناء توی همه شورت هاشون، بعد شورت هاشون روزانه است، یعنی مثلا طرف یه روز کاملش رو داره میگه و هر روزش این شکلیه، با دوستاشون میرن بیرون، میرن کافه، میرن رستوران، میرن خونه هم دیگه. و اصلا هم ربطی به این نداره که آقا سر شلوغه ها رو، من مستقلم، خب سرم خیلی شلوغه نسبت به یه کسی که نه داره مثلا یه زندگی معمولیه نرمال داره. نه اتفاقا مثلا طرف دانشجو پزشکیه و همچنان داره همه اینا رو با هم دیگه هندل میکنه. آره دیگه حدثه برم. بعد این شکلی شدم که خب شورت های من به چه دردی میخورم، مثلا از چی میخوای شورت؟ مثلا تو که نه رفیقی داری که باش ببینی، یا نه علیه که علی هم جلو دوربین نمیاد، تو نه رفیقی داری باش ببینی، نه جای زندگی میکنی کافه های زیاد خوبی داشته باشه آنچنان مثلا نشونش بخوای بدی، نه اصلا پولشو داری بخوای هر روز بری کافه. حالا همه اینا رو با هم مخلوط میکنیم، ظرفم باید بزرگتر میبود، احتمالا الان بذارمشون توی ظرف دیگه ادامه کارو بکنم و ساندویچامو که درست کردم دوباره انتقال بدم این تو. سلن خیلی سرم تلاش میکنم کمتر ظرف کثیف کنم، چون همین الان نیم ساعت ایستادم شستم. من یه ورژنی از اولویه است دیگه، ولی خب سیب زمینی نداره. سس مایونز به اون حجم نداره و خب خیلی کم کالری تر میشه با حذف کردن همین 2 قلم. میتونین حتی زرده و اینا رو حذف کنین، ولی خب من دارم به عنوان وعده میخورم. بچه من اندازه 2 تا قاشق از این مایونز خردله میزنم.
تو این مرحله من صد داوود میزنم. با شما زیاد نزنین، من خیلی تون دوست دارم. پودر سیر 100% خیلی خوشمزش میکنه، خیلی. اصلا ببین خیلی. و یکم نمک زدم. قد شد ویدیو. چه این اولوگی میشه، هیچ قیافه ای هیچ فرقی نداره. تمام. میذاریم لانون. من الان میخوام یه دونه ساندویچ درست کنم که الان، یعنی یه نصفه میخوام الان بخورم، تا اینم دو ساعت دیگه اگه گرسنم شد یه نصفه دیگه میخورم و یه دونه درست میکنم میبرم. چون امشبم از این چیزای بله چی میگم، میگم بله بروم شب یلداه، احتمالا من 90% چیزایی که هست رو نمیتونم بخورم، بر همین تقریبا سیر میرم که گشنه نباشم شیرینی و این چیزا بخورم. مونه توشو خالی کردم. من خالی نمی کنم، خیلی اتفاقا اینو دوست دارم، فقط چون که خب زیاد نشه کالریش دارم خالی میکنم. هر لحظه که اینجوری هم که اینو خالی میکنم اینجوری هم خورمش. بچه ها خیلی خوشمزه است، واقعا خوشمزه است. من که خیلی دوست دارم نصف نونرم بذاریم اینجور. این هم ببندم خوش نشه. من اینو یه دفعه بدون تخم مرغ با تونه ماهی هم درست کردم و یه دونه سیب زمینی، اونم خیلی سالاد خوشمزه شد. اون میتونیم بدون نون بخوریم چون سیب زمینی داره، اگه تونه ماهی دوست دارین البته. بچه اگه میبینین من امروز زیاد دارم میخورم، حالا شیرینی اینا نمیخورم، ولی اگه میبینین زیاد دارم میخورم، یکی این که صبحونه فقط یه قاشق کربوهیدرات زمینی خوردم فقط، و من 112 دقیقه پا زدم امروز و هلوش 600 کالری سوزوندم فقط تو جلسه. میدونین که تمرینای بدنسازی این شکلیه که تو روز بعد و ایناشم متابولیسمت بالاه. رفتم حمام، مادم سشوار کردم، اتو کردم، همه کار کردم. ساعت چنده؟ خب ساعت 2:30. 2 ساعت دیگه وقت دارم. چقدر مزه انار میده. مثلا انار دیگه خوش میشه خیلی یکم میخوری. آره وقتایی که من انار و انبه و انگور میخورم بابای ما میگه تو فقط قسمت اولش رو میخوری. فهمیدی چی میگم؟ آره. حالا سمبش میگم انار خوردم، میگه ای همه انار رو خوردی؟ بابام بیتر بیاد. دارم میرم. آرایش کنم بریم دیره روز هشته خب بذارم توی با اجازه شنبه رو چه دیده؟ بعد باشه این سلیده. من چه خوشی رو آنی؟
نه خدا حسین نه اگه پلاس نه